بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله لله و صلات و سلام علی حبیبنا رسول الله و علی آله و صحبه و من والا. خیلی وقت از اتفاقی صورت میگیره انسان نراحت میشه از یه چیزی متنفر میشه این متنفر شدن و این نراحتی به اسمش اون عصبانی بشه و این عصبانیت اون رو سوق میده به این که انتقام بگیره انتقام گرفتن برای خود یک حالتی است که به صلاح ما در زندگی پیامبر خدا صلی الله علیه و اون رو اصلا نداریم و انتقام گیرنده یکی از صفات خداوند متعال است که قرآن کریم وقتی خدا رو معرفی میکنه میفرمایند والله عزیز ذو انتقام خداوند تواناست عزیز هست در همه چیز چیره است و انتقام میگیره انا من المجرمین منتقمون ما از مجرمان انتقام میگیریم پس منتقم خداوند متعال هست و در حدیث اومده که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هرگز برای خودشون انتقام نگرفتند. هرگز برای خودشون انتقام نگرفتن الا ان تنتهك محارم الله مگر اینکه اون حرمات و خط قرمزهایی که خداوند گذاشته اونها تجاوز بشه کسی بیاد ظلم کنه به جامعه ظلم کنه به خودش ظلم کنه به دیگران ظلم کنه فساد رو در جامعه بسلا پخش کنه در این حالت است که باید انتقام گرفته بشه اما انتقام گرفتن حق کیه حق جامعه است جامعه تنها حق داره که انتقام بگیره اون نظام و سیستم هست که انتقام میگیره یعنی چی یعنی اون طرفی رو که از حدش تجاوز کرده اون رو تنبیهش میکنه اون رو بازخواستش میکنه اما فرد نه فرد تنها باید اف داشته باشه گذشت داشته باشه از حق خودش بگذره از خیلی چیزها بگذره برای رساندن یک مفاهیم و اخلاقیات درست چون پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم باشه به حضرت عایشه صدیقه در وصف پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هیچ چیز رو با دستش نزد نه زنی رو نه مردی رو نه کودکی رو مگر اینکه در راه خدا جهاد کنه و هرگز برای خودش چیزی ازش گرفته شد بهش بدی شد این پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هرگز برای خودش انتقام نگرفتن مگر اینی که یکی از حرمت های الهی به پایمال بشه دین خدا پایمال بشه مکتب رسالت پایمال بشه به کسی تجاوز بشه کسی بیاد از حد خودش بگذره در جامعه فحشا و فساد رو رایج کنه اون وقت هست که جامعه و سیستم اداری جامعه از اون انتقام میگیره و هدف از انتقام تربیت خود اون فرد و تربیت کل جامعه است. اما کسی به ما بد کرد کسی ما را عصبانی کرد اینجا شایسته است که ما اف داشته باشیم گذشت داشته باشیم از حق خودمون بگذریم چرا که میدونیم که حق ما محفوظ هست پیش خدای ما خداوند به کسی ظلم نمیکنه این انسان ها هستند که به خودشون و به همدیگه ظلم میکنن